قاسم گفته که قبلا میگفتن انسان فقط 5 حس داره، الان حسای جدید رو هم بهش اضافه کردن مثل حس تعادل. چقدر این ادعا در علم پذیرفته شده است؟ اصلا انسان چند حس داره؟ ببینید دو گروه مختلف هستش ادراکات، سه گروه مختلف هستن ادراکات آدم. یکی بهش میگن اکستروسپتیو که ادراکاتی هستن که از گیرنده های از محیط روی گیرنده های سطحی میان، مثل بویایی، بینایی، شنوایی، چشایی و حسای سطحی بدن که تعدادشون زیاده، مثلا گرما، سرما، رطوبت، درد، فشار، وزن، این چیزا، اینا ادراکات خارجی هستن. یه عده ادراکات داخلی هستن بهش میگن انتروسپشن یا درک از درونمون که از دو طریق وارد میشه، یکی از طریق اعصاب، مثلا از لیگامانها، تاندونها، مفاصل، استخونها، احشا، قلب، ریه، مثلا احساس تنگی نفس، احساس ضربان قلب غیر عادیش، اینا از طریق مخصوصا به اینا از طریق احساس دستگاه عصبی از طریق اعصاب به مغز میاد که انتروسپشن ایجاد میکنه. یه عده از اینا ادراکات شیمیایی هستن، مثلا وقتی که شما قند خونتون پایین میفته این در هایپوتالاموستون فرایند میشه و اون احساس گرسنگی رو ایجاد میکنه. پس یه دشون از طریق یا تشنتون میشه، غلظت خونتون بالا میره، این از طریق جاهای مختلفی در مغز ادراک میشه و اینا انتروسپشن هستن. درست؟ یه عده هم همون فرانوسپشن ها هستن که گفتم در اثر تفکرات و تخیلات و تصورات و اینا ایجاد میشه که قبلا ها فکر میکردن که همون چیزی که باعث گمراهی دکارت و بوالی شد، فکر میکردن که این فرانوسپشن یه چیز جداگانه هستش از مغز. پس حالا اینا تعدادش، مثلا ما قبلا ها فکر میکردیم چشایی تلخی و ترشی و شیری و شیرینی هستش، ولی حالا معلوم شده یه حس دیگه به اسم یومامی هم هستش. یومامی همون تستی هستش که از مونوسودیوم گلوتامید یا MSG یا از همین گوشت در دهنمون ایجاد میشه، پس یه دونه حس بهش اضافه شد. مثلا بویایی ما حدود چند میلیارد حس هستش، میتونیم چند میلیارد بو رو از هم تشخیص بدیم با وجود گیرنده هاش خیلی محدود هستش. یا بیناییمون 10 میلیون رنگ و سایه را میتونیم تشخیص بدیم، ولی خارج از اینا، خارج از این فیزیکه هیچ احساس دیگه‌ای وجود نداره. یعنی همه‌شون در نهایت باید از گیرنده‌های بیان، اون اکستروسپشن از بیرون، انتروسپشن از داخل و حالا حس تعادل هم جزشون هست که گفتین، اونم از مفصل ها و عضلات و اینا سرچشمه میگیره، از لیگامان ها و تاندون ها، و اونا به مغز، به نخاع میرسن و یه مقدار معمولا در سطح رفلکسی هستن، ولی اگر تعادل آدم به هم بخوره به دلیلی اون وقت به آگاهی هم میرسن. ولی بله، تعداد حس رو اگر بخوام جدا جدا بکنیم، مثلا حس قبلا را فقط تمام حسای پوستی رو میگفتن لامسه، پس 5 تا حس فکر میکردن باشه، در حالی که هر کدام از اینا اجزای بسیار مختلفی دارن. ممنونم. عرض کنم که پیتر پرسیده که میشه این سوال از آقای دکتر بپرسید که نظرشون در مورد دنیای شبیه سازی شده چیه؟ آیا چشم ما واقعا همون دنیایی که در بیرون هست رو به ما نشون میده یا چشم ما واقعیت دنیای بیرون رو فیلتر میکنه؟ بله، دنیا، ببینید، از نظر واقعیت دنیای واقعی اون چیزی هستش که از خارج وجود ما در جریان هستش و ما راهی به پی بردن واقعیش نداریم و اکثرا از دستگاه های آزمایشگاهی هم به تعداد خیلی زیادشون پی بردیم.
این واقعیت هستش. واقعیت در واقع اون چیزی هستش که در دنیای فیزیکی در جریان هستش. مثلا این نوری که ما میبینیم در بیرون وجود نداره. دنیای بیرون از مغز ما تاریک، بیبوه، بیرنگ، بیمزه است، بیدرد، بیحس، بی ذکاوت، بی عدالت، بی هیچ چیزی نداره. فقط ماده هست و انرژی. هیچ احساسی، هیچ چیزی که ما درک میکنیم ازش وجود نداره. حالا مغز ما در طی فرگشت طوری شکل گرفته که از محدودی از این ویژگی های دنیای واقعی یه نمایانگرانی میسازه که لازم هستش که ما بتونیم یک واکنش تطابقی به اینا بدیم که اینها که ما بتونیم زندگیمون رو مطابق با این دنیای فیزیکی تطبیقش بدیم. اینو من اسمشو گذاشتم حقیقت. یعنی حقیقت اون چیزی هستش که ما از دنیای بیرون درک میکنیم. ارتباط مستقیمی هم نداره. مثلا طیف نوری که ما میبینیم، حالا چه رنگ باشه، چه بیرنگ، چه روشنایی، اینا جزی از طیف الکترومغناطیسی هستن که از اشعه گاما شروع میشن تا امواج رادیویی و ما اکثرشو نمیبینیم یا درکی ازشو نداریم به جز دستگاه ها. فقط یه مقدارشو میبینیم و فقط یک نمایانگری از اینا ساخته میشه که طبیعت که معلوم شده که اینا هستش که ما لازم داریم و انتخاب اصلح شدن برای که بتونیم زندگیمون رو چیز کنیم. پس این حقیقت هستش. واقعیت بیرونه، ما یک نماینگرانی میسازیم که ارتباط مستقیمی هم باشون نداره. یعنی شما رنگ قرمزی که میبینید ارتباط مستقیمی با واقعیت یادم نیست چه سیکلی داره، 450 هرتز یا هر چیزی دیگه، این فرکانسه هیچ ارتباطی با رنگ قرمزی که شما میبینید نداره، ولی شما مجبورین با این به این رنگ قرمز واکنش نشون بدین به خاطر اینکه برای تطابق زندگیتون لازمه. پس واقعیت بیرونه، حقیقت اون چیزی هستش که مغزتون میسازه و یک فیلتری هم در مغز هست در قش جلو پیشانی که این حقیقت ها رو با حقیقتی که طبیعت سالم در مغز سالم نهادینه کرده اینا رو با هم مقایسه میکنه. یعنی شما اگر مغزتون سالم باشه، اگر تحت تاثیر مواد توهمزا قرار بگیرین، اون نماینگری که از دنیا ساخته میشه به غیر طبیعی میشه و دیگه نمیتونین رفتار تطابقی بهش نشون بدین. مثلا اگر LSD مصرف کنید یا حشیش یا هر چیزی دیگه توهم ایجاد کنید، این حقیقت به هم میخوره و حالا دیگه نمیتونین رفتار تطابقی انجام بدین. پس حقیقت اون چیزی هستش که مغزتون میسازه، ارتباط مستقیم هم نداره، اما در هممون اگر مغزمون سالم باشه، گیرنده هامون هم سالم باشه، بایستی در یه طیف خاصی مشترک باشه بینم. ممنونم آقای دکتر. حتی از جوابا که مبهم بود میتونین حلاجش کنید و دوباره شرحش بدم. چشم. البته خواستم خدمت دوستانم بگم که آقای دکترم در گذشته چندین بار مهمان ما بودن و اتفاقا یک برنامه مفصلی هم در مورد همین ادراکات انسان داشتیم ما با آقای دکتر که واقعا برنامه بسیار زیبا و پرباری هم بود. ارجاشو میدم به دوستان که حتما اون برنامه رو هر کس ندیده حتما ببینن.